شروع میکنم. خب الان احتمالا باید در واقع لیزر پوینتر من هم ببینید، خودم نمیبینم، نمیدونم چرا، ولی اینم با تاخیر میاد، خیلی این مشکل رو حل نمیکنه. خیلی خوب، ولی حالا کاریش نمیشه کرد، یا مشکل اینترنت یا هم که نمیدونم چی. خیلی خوب، آخرین در واقع چیزی که جلسه قبل با هم صحبت کردیم این اسلاید بود که در واقع پیش بینی های روند قانون مور بود و اینکه تهش کجاست در واقع، اینکه تهی داره یا نداره. میگم باز از جنبه های دیگه میشه بهش نگاه کرد، ولی شاید امروزه خیلی دیگه دلایل اقتصادی رو شبیه مثلا دو دهه قبل به عنوان لیمیتر قانون مور ندونن، ولی به هر حال هنوز اون ملاحظات هم هست، ولی احتمالا هم که میگم شبیه این همه بزرگوارانی که اینجا پیش بینی کردن، شاید در واقع محدود بشیم به همین محدودیت های تکنولوژیک. یه نمودار دیگه ای که حالا احتمالا میتونه در روند تغییرات قانون مور بتون حالا یه درکی بده این نموداری هست که اینجا این سمت چپی که این در واقع رنگ چه میدونم سبزابی هست که اینجا میبینید، سایز ترانزیستور هست در واقع تکنولوژی نود هست در سالهای مختلف از 2004 تا 2015، و این نمودار سمت چپ حالا نمیدونم صورتی رنگ در واقع اینو میگه که اگه یه دلار بدین تو این تکنولوژی نوت های مختلف چند تا ترانزیستور میتونید با اون یه دلارتون بخرید، در واقع تعداد ترانزیستور هایی که پر دلار در واقع میتونید بگیرید اینا به میلیونه در واقع. اینجا میبینید که در واقع شما هر چقدر تکنولوژی میره جلو چون اسکیل میشه و یعنی هر ترانزیستور داره سیلیکون ایریای کمتری سخت میکنه، با اینکه مثلا تکنولوژی داره ادوانس تر میشه، ولی تعداد ترانزیستورهای بیشتری پر دلار میتونی تهیه کنی. برای همین منطقیه، یعنی حتی روند اسکیلینگ اگه هیچ گینی هم از اسکیلینگ نگیریم، یعنی نتونیم کلاک فریکونسی رو زیاد کنیم یا نتونیم مثلا پرفورمنس افزایش بدیم، به این دلیل به هر حال منطقیه که اسکیل کنیم که بتونیم در واقع پر دلار تعداد ترانزیستورهای بیشتری بگیریم. دقیقا این روند در واقع به همین ترتیب ادامه داشته تا این نمودار رو فرض کنید سال 2015 کشیده شده. اگه الان بکشید خود این شکل داره تغییر میکنه چون تکنولوژی عوض شده، در واقع هزینه پر ترانزیستور حتی برای مثلا نسل های قبلی در واقع داره عوض میشه، ولی فعلا فرض کنید این یه درکی میده از اتفاقاتی میفته. و نکته که میخوام بگم اینه که تا یه جایی در واقع شما این که با یه دلار ترانزیستورهای بیشتری نمایی میتونید بیشتر بگیرید ادامه پیدا میکنه، از یه جایی به بعد حداقل در هم 2015 تکنولوژی لبه در واقع تکنولوژی اینجوریه که شما مثلا اون دستگاه لیتوگرافی تمام اون هر چی تشکیلات فبی که دارید هزینه‌اش اینقدر در واقع گرونه که حتی تو این تولید انبوه ده به توان چند تا وقتی تقسیم میشه سرانه اون هزینه باعث میشه که دیگه قیمت در واقع ترانزیستور پر دلارتون در واقع ببخشید تعداد ترانزیستوری که پر دلار میتونید بگیرید اون روند تاریخی رو طی نکنه، و شما مثلا در سال 2015 اگر یه نود تو تکنولوژی میرفتین عقبتر تعداد ترانزیستور بیشتری پر دلار نصیبتون میشد تا لبه تکنولوژی.
این فقط هم به فرآیندهای ساخت نیست، در واقع ترانزیستور چون که در واقع داریم لبه چیزی که میتونن و پرفورمنسی که میتونن داشته باشن و تقریبا بهش رسیدیم، به این معنیه که کلی در واقع شاید حتی در نقاشی هم شبیه این ترانزیستورهایی که مثلا توی کتاب میکشیم نباشن، و این دوباره میتونه یه دلیل دیگه این باشه که شما پر دالر بله من سوالا رو چون باید این ور نگاه کنم بله 7.5 بکنم، 5 هم TSMC 5 رو برای دیوایس های موبایل داره. و سلام دکتر، وقتتون بخیر. بفهم ببخشید شما گفتیم بله بکرم. دکتر سوالی که داشتم اینه که آیا فقط همین افزایش قیمت توی فرایندهای ساخت باعث میشه که لیمیتمون بکنن قیمتمونو، یعنی یا اینکه چیزای دیگه هم هست؟ چیزای دیگه اینه که مثلا شما چه میدونم مثلا یه چیز خاصش اینه که شما با نور حتی مثلا حالا UV یکم این ورتر هنوز میتونستید لیتوگرافی رو انجام بدید. اینجا خود کل اون تشکیلات باید مثلا ادب بشه به یه در واقع طول موج پایین تر، و این مثلا این یه مثالی که این اصلا چیز کم هزینه ای نیست. من برای همون در واقع ملاحظات اقتصادی گفتم که احتمالا شما یه فب جدیدی که حالا مثلا توی یک تکنولوژی نود جدید مثلا اینتل میخواد بزنه، خود اون فب مثلا چند ده بیلیون دلار هزینه اون فب است. حالا درست که داره مثلا 10 به توان مثلا این تا هم ترانزیستور چیز میکنه، ولی باز هم که تقسیم میکنی پر فلان، اون خود هزینه ساخت چنین فبی هم داره به صورت نمایی افزایش پیدا میکنه در واقع اگه بخوام بگم. ولی آره این هست درست. ولی تنها این نیست. مثلا شما اگر کنار ترانزیستور مجبور باشی کلی چیزای دیگه اضافه کنی، حتی سیلیکون اریایی که میگیره دقیقاً متناظر با اون در واقع تکنولوژی نود داره کم نمیشه. میفهمی چی میگم؟ یعنی در واقع درسته که طول کانال داره کوچیک میشه، ولی لزوماً در واقع ترانزیستور پیچت داره کوچیک نمیشه اگر ترانزیستور شکلش هم حتی عوض شه. بله چرا پرهزینه تر می شده ولی نه با این نرخ. در واقع اینجا این شیبه این خطر هم می بینید دیگه، مثلا یه جایی کنتر و تونتر می شه به همین دلیل. خیلی این حالا این نمودار یه حس خیلی خیلی خوبی میده که در واقع چه اتفاقی داره می افته. شما تو خیلی در واقع اپلیکیشن هایی که لازم ندارید اصلا این لبه یه تکنولوژی باشید یا اینجاها باشید، میرید مثلا یکی دو نوت ابتر استفاده میکنید. دقت کنید که این چیزایی که من دارم میگم اینجا دارم در واقع یک تراشه دیجیتال رو تو ذهنمه. توی اپلیکیشن های آنالوگ شما اصلا پرفورمنس دیوایستون از یه جایی به بعد با اسکیلینگ در واقع داره دیگرید میشه. یعنی حتی از لحاظ پرفورمنس هم اگه نگاه کنید یه چیز هولوش مثلا 180 یا 65 دارید بهترین پرفورمنس رو از دیوایستون میگیرید. وقتی کوچیک میشید در واقع پرفورمنستون هم به عنوان حالا مثلا یه مثلا سویچ ترانزیستوری که قرار گین بهتون بده یا مثلا کارهای اینجوری براتون بکنه در واقع دیگرید میشه، افت میکنه. و اگر میبینید که حالا مثلا توی اپلیکیشن های آنالوگ هم مثلا عددهای مثلا چه میدونم 10-15 نانومتر میبینید، برای این نیست که بهتر داره ترانزیستور اونجا کار میکنه، بلکه روی یک تراش است و هم آنالوگ هم دیجیتال رو دارن یک جا میسازن، چون اون طرف داره اسکیل میشه دیگه این طرف هم داره باهاش اسکیل میشه، ولی در واقع اینتگریتی باعث میشه که این اتفاق بیفته. ولی حداقل با تکنولوژی امروز بهترین پرفورمنس رو برای یک مثلا ترانزیستور آنالوگ لبه تکنولوژی نمیده، چند تا تکنولوژی نود قبل‌تر میدن، ولی توی یه اپلیکیشن در واقع دیجیتال شما هر چقدر کوچکتر کنید به هر حال بهتره، همیشه بهتره. خیلی خب، این که تکنولوژی این
من حالا بپرسم تا اینجا که مشکلی نیست، یعنی من نمیدونم چقدر دیلی بین حالا چیزی که من اینجا نشون میدم، حالا خیلی هم بد نیست این خودم که دارم نگاه میکنم، ولی خودم چون هر دوتاشو با در واقع اینترنت دانشگاه وصلم و حالا اصلا به اینترنت ملی وصل نیستم در واقع احتمالا نمیفهمم. الان یکی کامنت بهم بده که چقدر اوضاع خرابه، یا حداقل تا اینجای کلاسی که میتونه این دیتا در واقع ریسیوت رو بهم بگه. همین مشکل این اینه، یعنی من الان برم، یعنی من دلیل که اگه برم رو پی دی اف احتمالا فقط تنها چیزی که داره در لحظه ارسال میشه صدای منه، احتمالا دیگه مشکلی نداره. اگر مشکله بگید من سویچ کنم پی دی اف، ولی بخواستم یه جلسه هم حالا اینجوری تجربه کنم. نه کیفیت صدا یا چیز در مقایسه با اون وست، یکی هم الان دیتای ریسیفتش رو بهم میگه، یکی که اینترنتش خوبه خیلی خوبه و یکی که اینترنتش بدتره. الان عدد رو میتونید اون بالا بالای کلمه کاربران اون سه تا خط رو بزنید روی چیز بهتون میده، یکی این کار میکنه روی وضعیت اتصال. باید در واقع صدا میاد یکی دیگه هم میگه، یکی که اینترنتش خیلی خوبه. شما احتمالا در اون ته تیف نیستین، یکی که مطمئن اینترنتش خیلی خیلی خوبه. خب احتمالا خیلی هم بد نیست، من انتظار بشم اوضاع از این بدتر بشه. خب بگذاریم حالا دیگه. هیچکی نداریم تو کلاس که اینترنتش خیلی خوبه جوابی بده یا خوابی حضور قیاب نمی کنیم، اگه میخوایم بخوابیم بریم کارتون ببینیم بخوابیم. دلیل این که این مصنوع دست بشر تونسته در این مدت خیلی خیلی زیاد حالا خیلی فرق نمیکنه، پس من از کردم با کیفیت اینترنت باید خیلی عدد باید خیلی فرق کنه. خیلی دلیل این که تونسته این مصنوع دست بشر در واقع در یک بازه خیلی بزرگی این رشد نماییشو حفظ کنه در واقع اینه که یه رودمپی برای نیمه هادی استخراج میشه. یعنی دقیقا صنعت نیمه هادی میدونه که 20 سال آینده، این که میدونه با تخمین در واقع با تخمین امروزشه که 20 سال آینده در واقع کجا قرار خواهد داشت. و حالا این رودمپ که الان هست در واقع ITRS International Technology Roadmap for Semiconductor، قبل از اینکه ITRS باشه در واقع یک رودمپی هم نشنال بود برای کمپانی های امریکا که حالا الان در واقع مرج شده اینجا و چیزی که امروزه هست در واقع به همین اسمه. تو این آدرس حالا ITRS گوگل کنید یا برید ITRS.net شما میتونید در واقع به ریپورت های در واقع این ITRS دسترسی داشته باشید. یه وقتای بعضی چیزا رو IP ایران بسته است، حداقل این تا آخرین دفعه که من چک کردم روی IP ایران بسته نیست، ولی اگه نمیبینید هم IP تون عوض کنید خواهید دید قاعدتا هر چیزی که این شکلیه. باز این عددا و رقمایی که اینجا هست همون مال بودن 10 سال پیش ITRS، ولی خیلی باز فرق نمی‌کنه. می‌بینید از همه جای دنیا توش مشارکت دارن در واقع عکس سمت چپ و در واقع این حالا مشارکت مکانیشه، سمت شکل سمت راست هم این در واقع افیلیشن‌های مختلفی هستن. در واقع می‌بینید که بودن 50-60% چیپ میکران، یعنی مثلا اینتل و آی بی ام و مثلا کوالکام و سامسونگ و اینا، یه درصد خوبی هم اونایی هست که در واقع متریال در واقع صنعت رو تهیه میکنن مثلا گلوبال فاندریز و اینا، و اگه اینا رو هم بذارید بودن 3/4 اینا، بقیه میشه هر چیگه مثلا دانشگاه و ریسرچ سنتر و اینا.
در واقع با هم نسبت هم شما میشم در واقع با همین نسبت حالا دانشگاهی ها دارن شاید نسبت در زمینه هایی که به در واقع تکنولوژی نزدیک میشیم اینجوری نیست. یعنی اصلا به مقالات آیدی ما نگاه کنید پر تکرار ترین ها یا مؤسساتی که بیشترین مقالات رو دادن با اینکه شاید حالا این حس هست که اینداستری اینقدری که دوست داره پتنت بده شاید انگیزه ای برای پیپر دادن ندارن ولی با اختلاف مثلا آی بی ام و توشیبا و نمیدونم آی مک و اینا هستن اونایی که تو تکنولوژی مقاله میدن نه دانشگاه. مشارکت رو توی در واقع آی تی آر اس هم اینجوری میبینید، یعنی اگه قرار یک سری بشینن و ببینن که این آینده در واقع صنعت نیمه هادی کجاست، بازم همونهایی که در واقع چیپو میسازن حرفشون معتبره، نه مثلا حالا یه دیگه تو دانشگاه نشستن. خیلی این از در واقع ترکیب مکانی و افیلیشنی. من حالا تو اسلاید بعدی میخوام در واقع ریپورت هایی که تو آی تی آر اس هست رو نشون بدم. قبلش باید یه در واقع نقاشی اینجا نشون بدم و چند تا کلمه که اونجا استفاده شده رو در واقع ترمینولوژی که اونجا استفاده میکنه رو اینجا توضیح بدم. اگر ما حالا تو یک لایه متال یه مش سیم اینجوری داریم، فرض کنید همون تصوری که از پی سی بی دارید و حالا اینجا نقاشی سیما رو جلوتر با دقت بیشتری براتون میکشم، ولی سیمامون این شکلی هست. سیما یه ارتفاع سیم دارن بهش میگم تیکنس، یه عرضی دارن بهش میگم دبلیو و نسبت تی به دبلیو، نسبت این تیکنس سیم به دبلیو سیما بهش میگم اسپک ریشیو سیما. اسپک ریشیو سیمای قدیمی تر این حالا خیلی کوچکتر نبوده، کوچکتر از یک بوده. توی تکنولوژی های امروز حداقل برای اکثر متال ها، مثلا فرض کنید شما 14 لایه متال دارید، برای تمام اون متال های 1 2 3 حالا تا 12 اینا اسپک ریشیو یک چیزی هولوش 2 و شاید حتی امروز اندکی بیشتر از 2. یعنی مثلا اگه نقشه سیم هامو بخوام بکشم از مقطع اینوری یه چیز این شکلیه. حالا اینم امتحان میکنم که ببینم اگر نقاشی بکشم مثلا چی جوریه. مثلا اگه اینو 1 در نظر بگیرید این ارتفاع هولوش مثلا 2 و 2 دهم. این نقاشی منم باید ببینی، حالا این رنگش رو عوض میکنم که یکم اینجا قرمز شد یه رنگ دیگه بکشم سبز میکشم. خب اینم اون پایین بنویسید که میبینید یا نه. به این ترتیب اگر مثلا تصویر از اینور سیما ما بخوام بکشم این شکلیه. دقت کنید این توی لایه های مختلف در واقع این نسبت ثابته و حدودا این فاصله هم با W برابره. یعنی اگه بخوام یه هندسه اینجوری تصور کنیم این اینجا جایی هست که مثل اینجایی که خط چین میکنم در واقع توش پر مثل و بیرون اینا در واقع یه دایلکتریک لوکی هست و حالا متال لایه بالاتر و متال لایه پایین تر. این در واقع چیزی هست که تو این متال لایه اگه بگم انوم، این لایه انمن های یکم و این ان به اضافه یکم اگه تصور کنیم، اینجا سیم ها دارن در واقع موازی با تخته کشیده میشن، برای همینجا یه سیم اینجوری دارم، اینجا هم سیم ها اینجوری کشیده میشن. تو این لایه انومه که سیم ها عمود بر تختن، برای همین اینو اینجوری کشیدم دارم نقاشی ها رو. با تقریب خوبی شما این فاصله اینجا هم که حالا بهش میگیم H، حالا یه چیزی بین 1 و 2. دقت کنید اینا اسکیل میشن، یعنی تو لایه های مختلف این یکه، این یکه میتونه در واقع یه جایی 100 نانومتر باشه، این یکه یه جایی تو لایه های پایین میتونه 10 نانومتر باشه، ولی نسبت ها برابره. رنگشو عوض کردم، این سبز الان بهتره، حالا تو هم زردش کن. خیلی خوب، حالا یکی نمیدونم، حالا دست VLS ها یه چیزی، یکی میتونه بگه که چرا این اسپک ریشیو در طول زمان زیاد شده؟ میدونی
طلب نداریم، یکی دستشو بالا کنه. ببینید چرا اسپکت ریشیوی سیم، یعنی در واقع نسبت در واقع همین تیکنس به دبلیو در طول زمان اینجوری تغییر کرد، زیاد شد. من توی در واقع جلسه قبل یک اشاره بهش کردم. صحبت کنید، اگه دستتون بالا میگیرید و کس دیگه ای نیست خودتون شروع کنید، چون من دیگه ممکنه اون ور سفر رو نبینم. بفهم. بیشتر میشه اتفاقا حتی پس بگرشی زیاد شه خازن داره. این سیم قرمزی که کشیدم با این سیم سبزی که اینجا کشیدم یه خازن بینشونه. خب هر چقدر تی زیاد میشه در واقع داره سطح مقطع خازن انگار داره بزرگتر میشه دیگه. از این منظر اتفاقا بده، یعنی اگر به دلیل اگه نویز چیزی بود که در واقع باتل نک بود، احتمالاً از رگرشی اگه صفر می بود از منظر نویز بهتر. خازن کل سیم هم داره زیاد میشه، هرچقدر از رگرشی رو زیاد میکنه. حالا خازن میوچوال داره زیاد میشه. حالا بذارید این نقاشی رو اینجوری کامل کنم. دقت کنید شما این سیمتون، حالا الان از این بعد رو زرد میکشم، این سیمتون، این سیم قرمز با این سیم اینجا یه خازن این بین داره، این خازن میچال. یه خازن هم با صفحات در واقع گراند بالا پایینی داره. این سیمایی که داره از روش رد میشه چون انتا سیمن به طور در واقع توی مسیرش، توی مسیر این وریش داره از روی انتا سیم دیگه رد میشه. اون انتا سیم دیگه بعضی هاشون مثلا یکن، بعضی ها صفرن. به طور متوسط میتونم در واقع لایه های متال بالا پایین رو از منظر این متال اینجا زمین ببینم. حالا در واقع این خازن میوچوال دارم، حالا اسمش هم CM. این خازن هم خازن گرانده. همینجوری یه حسی دارید از مدارتون که هر چقدر نسبت سی میوچوال به سی گراند در واقع بیشتر شه، نویزی که این سیم میتونه روی اون سیم بذاره یا به هر حال امپدانسی که میوچوال امپدانسی به نسبت این داره در واقع تاثیرش بیشتر میشه. یعنی از منظر نویز نه، خیلی خوبه که اسپکت ریشیو در واقع کم باشه. ولی چرا اسپکت ریشیو زیاد شده؟ واسه به این علته که مقدار اون دبلیو توی سال‌های مختلف کم شده. بعد من فکر می‌کنم به خاطر اینکه خود داره تکنولوژی اسکیل میشه، ما داریم خود اون در واقع المانامون رو کوچیک میکنیم، به طب باید این عرض سیمامون هم کوچیک بشه دیگه. یعنی دبلیو باید کم بشه، پس وقتی دبلیو کم بشه این نسبت بالا بره. میتونستم سیمار کوچیک کنم دیگه، کوچیک کنم مثلا این همینجوری اسکیل کنم، مثلا از تکنولوژی یه مبنا، مثلا اگه تکنولوژی اول اینجوری بود مثلا میرم به این، فرض کنید متال یک رو دارم میگم مثلا این چی میشد؟ خب تی هم کم میشد. خب آره، خب مشکلش چیه؟ اگه این شکلی بود پس برای داری... وقتی هم کم میشد، یعنی اگه میخواست اصلا خب آره تیر هم باشه کم بمونه بعد وقتی داریم یک نگه در داره. واقع تو تکنولوژی مختلف دبلیو کم آره مقاومت یعنی کاهش چی داره؟ فکر کنم افزایش مقاومت لوکالتون. حالا هنوز وسط های درس به اینجا میرسیم، این که چقدر مقاومت سیم مهمه یا نه رو میبینیم. چون اگه سیمی هست که داره در واقع یه ترانزیستور رو به مثلا دو تا ترانزیستور اون ورترش وصل میکنه، انقدی هم مقاومت سیم مهم نیست. داره مثلا برای متال یک دارم صحبت میکنم مثلا. و در واقع اینجوری بگم که شما اگه توی شهری هستین، ترافیک کوچه هاتون خیلی هم براتون مهم نیست. اگر در واقع مقاومت سیم رو بخوام با ترافیک هم عرض بگیرم، تا یه جایی درست گفتید. خب یعنی وقتی تکنولوژی وقتی کوچیک میکنم داره سطح مقطع مؤثر سیم کم میشه، هم عرض باهاش در واقع داره مقاومت کم میشه. ولی من چون ولتاژا رو نمیتونم به همون نسبت اسکیل کنم، چگالی جریان داره چی میشه؟ زیاد میشه. چون چگالی جریان زیاد میشه، از حد تحمل سیمم بیشتر میشه. من یکم راجع به الکترومایگریشن صحبت کردم. برای که اینو جبران کنیم، اگه نقش از بالای مدارتون رو نخواهید عوض کنید، یعنی مثلا اینجا این نود مداری و این نود مداریه، هیچ کاریش نمیتونید بکنید. یعنی دبلیو سیمتون رو مجبورید، دبلیو سیمتون رو در واقع تکنولوژیتون داره تعیین میکنه حداقل تو متال یک چیه. تنها راهی که بتونید چگالی جریانتون رو کم کنید اینه که ارتفاع سیمو زیاد کنید. قبول دارید؟ یعنی
نقشه از بالای مدارتون رو عوض نکردید، فقط این سیماتون رو هی مرتفع‌تر کردید که در واقع افکتیو سطح مقطع سیماتون رو بتونید زیاد کنید، که بتونید چگالی جریانتون رو کم کنید، که بتونید در واقع به حدی برسید که الکترومایگریشن براتون مشکل ایجاد نمیکنه. یعنی اگر مشکل الکترومایگریشن نمی داشتیم، در واقع سیمایی توی تراشه احتمالا باید اینجوری ساخته می شدن. خب این از لحاظ منطق برقی بهترین حالت این بود که سیمامون یه چیزی شبیه سیمای در واقع همین که تو پی سی بی می سازیم، اسپکت ریشیو یه چیزی نزدیک صفر باشه. یعنی هر چقدر اسپکت ریشیو به صفر نزدیک تر شه بهتر بود. حالا یکی میگه چرا بهتر بود؟ باز از نویز دارم میگم، انقدی باتلنک نیست. یعنی باز از چیزایی که تا اینجا تو درس گفتم، خازن پارازیتی کم میشد، درسته. یعنی مثلا حالا خازن فرینجینگ اینجا داشتیم، یعنی یه سری خطوط میدان اینجوری داشتم، ولی بازم آره سی میوچوال به سی گراند کم میشد و این خوب بود. ولی این دوباره از چیزای مهم تکنولوژی نیست. من گفتم مهمترین مشکلی که تکنولوژی الان داره چیه؟ آره، تلف توانه. یعنی احتمالاً از روی مهندسی معکوس میتونستید جواب حدس بزنید، ولی حالا یکی میتونه بگه چرا این ساختاری که اینجا کشیدم با اسپکت ریشیو صفر خازنش از این ساختاری که اینجا کشیدم کوچکتره و چقدر کوچکتره، و یه حس عددی هم یکی بهم بده. خازن کل این خازن ساختار دیوارهای جانبی کوچیک‌تر میشه، چون که ما یه خازن در واقع اون باتم پلیتمونه، یک اینجا برابره، حالا یک در یک در واقع اسکیلی هم میتونه همش سر بشه. خب ولی برای همین نقاشی که اینجا کشیدم، نقاشی بگم نقاشی بالا و این نقاشی پایین، یکی میتونه بگه خازن واحد طول سیمام اینجا چقدره، خازن واحد طول سیمام اینجا چقدره. نماینده نداریم. الان میتونید همینجوری یه حدسی بزنید. حالا فرض کنید این فاصله رو هم یک بگیرم با اون برابر بگیرم. این مسئله آسونه ها، خیلی آسونه. من از نظر مقدارش نمیدونم، اما من خب میگم که شدم زمانی که تو اون شکل بالا هستیم، این خازنای کناری و خازنای جانبی رو کمتر شده خازن کن. ولی الان من یه چیز عددی میخوام. چقدر کم میشه؟ یکی بگه مثلا نصف میشه، 5 برابر کم میشه. مثلا خازن این ساختار چقدره؟ خازن واحد تو این نقاشی بالا که کشیدم، من دو دوش خط کشیدم، یکی میتونه خازنی رو بگه؟ خازن واحد طول، خازن فرض کنید خازن صفحه موازیه، فرمول خازن اینجوریه که میشه اپسیلون ضرب در سطح مقطع تقسیم به فاصله. حالا خازن واحد سطح این ساختاری که اینجا کشیدم چقدر؟ واحد طول بخشید، یعنی یک واحد طول از این سیم که عمود بر صفحه است، از صفحه اومده بیرون، یه خازن با صفحه بالا داره که تو این رابطه که اینجا اگه واحد طول بگیرم یک میشه ضرب در یک تقسیم به یک، قبول، اینا همه رو یک گرفتن. پس خازنش با صفحه بالا میشه اپسیلون آر این محیط بالایی، همین خازن هم با صفحه پایین داره. فعلا فرض کنید از خازنه با دو صفحه مجاوری صرف نظر میکنم، هرچند اونها هم یه عددی هست، ولی تقریبا اگر خازن واحد طول این ساختار بالایی رو بخوام بر هر سیم بگم، سی میشه تقریبا 2 تا اپسیلون آر. قبول دارید؟ اصطلاح من قبول کردید تا برم بعدی رو اندکی بیشتره، مثلا حساب کنیم دلیل باشیم حساب کنیم مثلا شاید 3 اپسیلون آر باشه به دلیل خازنی که با این صفحه های مجاور داره، یعنی یه نیم از این بعد یه نیم هم از این بعد. خب
اگر اینجا مشکل نیست. حالا میرم این یکی، این شکل پایین رو میخوام حساب کنم. شکل پایینی با همین استدلال یه خازن واحد طول با صفحه بالا داره که به اندازه اپسیلون آره، یه خازن هم با پایین داره که به اندازه اپسیلون آره، یه خازن با در واقع سیم سمت راستیش داره که با همین نسبت طول بگیریم، اگه اینو دو بگیرم این خازن، حالا دو دو دهم بگیرم میشه دو دو دهم اپسیلون آر، این خازنه دو دو دهم اپسیلون آر، همین هم با خازن اونوری داره. و حالا اینا رو با هم جمع کنیم، دو تا دو دو دهم میشه چار و چار دهم، یه دو هم باش جمع کنم شیش و چار دهم خازن این ساختار حدوداً 6 و 4 دهم اپسیلون آره. دقت کنید تو این درس حداقل یه حس اینجوری باید از خازن و مقاومت و اینا داشته باشید. حالا من دو سه جلسه خازن درس میدم، ولی این حس رو در واقع باید از مثلا حالا الکترومغناطیس یا هر چیزی فیزیک دو در واقع با همین چیز میداشتید که بتونید برای یه ساختار اینجوری یه تخمینی از اندازه خازن بزنید. دقت کنید شما هر چقدر اسپیک ریشیو رو بزرگتر میکنید داره خازن کل خطتون رو بزرگتر میکنه. و گفتم در واقع دردسر بزرگ تکنولوژی اینه که الان پاور دیسپیشن خیلی زیاده و چون پاور دیسپیشن سویچینگه، در واقع اگه شما خازن تراشتون رو بتونید به نحوی کم کنید که جمع خازن در واقع ترانزیستوراتونه و خازن در واقع سیماتون به نحوی کار بسیار بسیار بزرگی کرد. حالا در طول روند تکنولوژی گفتم یه های کی دایلکتریک استفاده میشه که اون های کی دایلکتریک توی گیت ترانزیستور استفاده میشد به این دلیل که بتونیم در واقع ضخامت اکسید گیت رو پایین. دوباره بگم من خازن این صفحه، این صفحه که اینجا الان پر رنگ تر زرد کردم با این صفحه که اینجا بیشتر بزرگتر رنگ کردم و از رو هندسه به دست آوردن برای واحد طولش، برای واحد خازن واحد طولش، خازن واحد طولش رو گذاشتم تو رابطه اپسیلون ای در ای، اپسیلون ای تقسیم به دی اپسیلون آر. حالا مثلا ایش میشه یک ضرب در دو و دو دهم صورت، مخرجش دیش هم میشه یک، این فاصله رو دوباره یک گرفتم. قبول آقای دویدیان؟ بفهم. بله بله درو بخشید. شما فرمودین که این خازن رو ما به یک طریقی باید حالا کمترش کنیم بهتر میشه، کار بزرگی کردیم. فرمول خازن حالا اون ایودیش که هندسه ما رو محدود میکنه، یعنی تنها کاری که برای هم دنبال پیدا کردن یه ماده اپسیلون های کی هستن، هم دنبال پیدا کردن لوکی هستن. این لوکی حتی شاید خیلی اولویتش از اون های کی که تو گیت استفاده میشه شاید، حالا نمیتونم بگم بیشتر کمتر، ولی بسیار بسیار مهمه. و میبینید باز توی مثلا همه در تکنولوژی، در واقع این جزء اصلا اسرار تکنولوژی هم هست. مثلا اینتل شما خیلی خیلی دیتا داره ولی بهتون نمیگه دقیقاً این دایلکتریکی داره اینجا استفاده میکنه که 30 سال پیش در واقع SiO2 بود، الان دیگه SiO2 نیست خیلی وقته. ولی اینو در واقع تو تیش تکنولوژی، در واقع حداقل تکنولوژی که لبه تکنولوژی اصلا ندارید که چیه، ولی فقط میدونیم یه لوکی دایلکتریک و میدونیم که اپسیلون آرش یه چیز هولوش 2ه. تهش اینه که هوا استفاده شه. حالا یکی میتونه بگه چرا هوا استفاده نمیشه؟ چرا این سیما رو هوا نمیسازیم؟ اتلافش زیاد میشه. اتلاف چی زیاد میشه؟ هوا که دیگه خیلی هم در واقع لیکیج نداره، الکترون مایگریشن که اصلا به سیم به مس رب داره، الکترون ها دارن اصلا میشه جایده. گفت چون الکترون مایگریشن اشتیاق میشه اون دایلکتریک رو لازم داریم به خاطر مقاومت مکانیکی. شما این لایه ها رو هم میسازی 14 لایه است نمیمونه، تازه بعد میخوای پکیج کنی مثلا همه چی میچسبه به هم. شما فرض کن یه مش چیز میخوای بسازی، یک ساختار دیگه لازم داری که اینا رو نگه داره مکانیکی. یعنی دایلکتریکی میخوام، اون دایلکتریک داره یه در واقع کاری میکنه که مکانیکی این ساختارم نگه داره.
سر جاش. خیلی خوب، در واقع این دایلکتریک اطراف، حالا جلوتر نشونتون میدم که یک روند تغییراتی برای دایلکتریک اینجا داریم. در واقع میبینید که در واقع SiO2 دیگه هیچ جای استفاده نمیشه، نه تو در واقع اکسید گیت، فقط اگر فیلد اکساید داشته باشیم احتمالا استفاده میشه. تو اون جاهای مهمی که در واقع SiO2 اصلا دلیل این بود که سیلیکون برنده بود در طول تکنولوژی، در واقع نه عایق بین سیما اون دیگه SiO2 هست، نه در واقع اکسید گیت اون SiO2 و اکسید عوض شده. خیلی خوب، این نکاتی که میخواستم. حالا یه سوال میپرسم ببینم تا اینجا درک کردید. من متال 1 دارم تا مثلا متال 14، یکی میتونه الان بگه که خازن واحد طول متال 1 هم بیشتره یا متال مثلا 10؟ نماینده ای نداریم. یکی دست بلند کنه بگه یا که میکروفون شماست یا تایپ کنید صدا مشکل داره. یک کلمه میخواییم بنویسید، مثلا متال 1 یا متال 10. حالا این جلسه رو اینجوری میریم، جلسات دیگر رو حداقل این کار رو نمی کنم، یعنی سعی میکنم هم PDF بیارم. الان قاعدتا یا اینترنت شما خیلی خیلی ضعیفه، یا اگر تا اونجای کلاس در واقع 9 مگ میگرفت نبایدم خیلی در واقع اتفاق بدی بیفته به این دلیل. ولی آره، اینو میدونم که الان داره اینترنت بیشتری مصرف میشه از اون وضعیتی که PDF بود. حالا این جلسه رو آزمایشی تحمل کنید. برای اونایی که صدا هست یک کلمه میتونیم پایین تایپ کنید، یک یا ده یا فرقی نمیکنه، یا اطلاعات کافی نیست. من منتظر جوابم، جواب بدیم. بله باشه، نسبت وقتی که میریم به لایه های صدای بنده رو داریم استاد داشت ببخشید، وقتی میریم به لایه های بالاتر اون مینیمم اسپیس میشه، همه چی با هم اسکیل میشه، مثال باشه بیشتر میشه، درست نقاشی همینه. این یکه تو لایه پایین مثلا 10 نانومتر، تو لایه بالا 100 نانومتر. من قطع شدم، من صدا رو ندارم، برای خودم قطع شدم. صدای من میاد؟ من صدام میاد؟ این خودم من قطع شدم، با اینکه به اینترنت هم وصل نیستم، فقط به اینترنت دانشکده وصلم. الان صدام میاد؟ خیلی خوب، الان صدا هست. حالا دسکتاپ هم شیر میکنم. حالا اون نقاشی هم همه رفت ولی مهم نیست. بهم اجازه نمیده، خیلی مسخره است. ولی خب حالا اگر صدای منو دارید، حالا شما بحث رو ادامه بدید تا من اینو بتونم درستش کنم. مثلا مجبورم یه بار از اتاق برم بیرون بیام، حالا سعی کنم اتاق بسته نشه. خیلی خوب، الان باید صدای من داشته باشید. من امروز فکر میکنم که دانشکده حداقل اینترنتش از همه جای دنیا بدتره، چون ترمیم این سال پایینی هست، آخرین روزه. من فکر میکنم سیستم ایدیو که کلن از کار افتاد، اینترنت دانشکده هم این شکلیه. الان صدای منو دارید انشالله؟ خیلی حالا منم صدای شما رو دارم. حالا یکی کامنت بده، باز همین
جواب پرسیدم. فکر میکنید متال یک خازن واحد طولش بیشتره یا متال ده؟ با همین فرضایی که تا اینجا بهتون گفتم. من صدای خیلی خیلی ضعیف دارم، نمیدونم بقیه چجوریه. خب نه، من الان خودم مشکل دارم، پس من الان توی اون مجموعه ببخشید، من الان ضبط رو